سلام دوستا، سلام رفقا، حالا احوال خوبی؟ انشالله خوب، الحمدلله. انشالله هرچی درد و بلاست بخوره تو کاسه سر اوزی و کل نظامش. آره میگم امروز میخوایم اول حرفای یکی از گماشته های خبرگان ولایت و بعد از حرفای اوزی موشکافی کنیم. فرمودن حتی کسی که رهبری رو در دست داره و مأموریت رهبری رو، خودشون رو دارن میفرمه، یه جایی برسه مأموریتش تمام بشه، از میان شما بره، نفس توی سینه هامون حبس شد. بعد با صراحت دستور دادن به مجلس خبرگان که با سرعت بیدرنگ باید وارد عمل بشید، رهبری بعدی رو طبق دستور قانون اساسی باید بدون درنگ، بدون تأخیر انتخاب بکنید. ما با این ادبیات، در ادبیات مقام معظم رهبری که یک توی دل ملت رو خالی نمی‌کنه، سراغ نداشتیم. از این جهت نگران کنندش خیلی دقیق این سخنرانی رو بررسی بکنید. اون قسمت نگران کنندش ما رو باید به اجتماع قلوب برسونه و بعد تصور این که سایه آقا بالا سرمون نباشه. دیروز یه سری اعضای مجلس خبرگان اونجا شروع کردن های های گریه کردن، نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن. وا ویلا شماها های های گریه کردید، ولی مردم قاه قاه از ته دل خندیدن، اونم چجور؟ در زم پیداست که شما حتی تو استبل خبرگان سر حرفای اوزی حرف دارین که نگرانی تو اینقدر آمپر چسبونده. اما این فقط این یارو نیست که اینجوری نگرانه. ببین این یکی از چی نگرانه. و امروز دشمن در جبهه های مختلف برای به هم زدن امنیت داخلی، برای ایجاد ناامنی در کشور، برای ترور، برای فعالیت های از این دست بیش از همه اوقات گذشته داره تلاش میکنه. از همه بخش های قضایی میخوام که ضمن دفاع کامل از مأموریت های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی اطلاعی و مدافعان امنیت، در یک کلمه از حمایت کامل در مأموریت هاشون از نیروهای مدافع امنیت تلاش میکنن، کمک بکنن. و پرونده هایم که در این راستا تشکیل میشه، میگم با توجه به شرایط زمان سرعت و دقت داشته باشن. بله، این سمیر غضب ولایت از اینکه با وجود این همه دار و درفشی که راه انداختن، بازم ترس و شرشور جک جونه برای ولایت بیشترم شده، بایدم اینجور خیالش ناراحت باشه. حرفای این کارشناس خودشونو بشنوید تا بیشتر دستتون بیاد که اوضاع از چه قراره. بعد از 98 با استهلاک شدید اعتماد عمومی روبرو هستیم. بعد هم مسئله پاییز 1401 را داشتیم که عملاً تداوم همان مسئله است. اما این بار یک سطح گسترده تر و با حضور طیف وسیع تری از افراد شاهد هستیم. ریشه همه این نارضایتی ها، تبعیض ها و نابرابری های نظامندی است که از طریق نظام تصمیم گیری های اساسی بر جامعه در قالب سیاست های مختلف تحمیل شده و می شود. علت این که می بینیم وضعیت اقتصادی مردم و تولید تا این اندازه آسیب می خورد، این است که اقتصاد در اختیار کسانی است که پاسخگویی نسبت به نهادهای حاکم در جامعه ندارند. در شرایط کنونی با خطر تکرار رویدادهایی مانند آبان 98 و پاییز 1401 روبرو هستیم. این یه دهن خوب خوند.
گفتی. بله، آبان ادامه داره و مردم و جوانای شورشی آماده بودن، هستند و میشوند تا کار این نظام فکسنی رو یه سره کنن. آهای اوزی، دنبال سوراخ موش باش که دیگه گیرت نمیاد. دوستان رفقا عزت زیاد. موشکار